سلام حسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مامان احترام. جونه میشه یه چند روز بیام پیشتون بمونم؟ برای درس خوندن میگم. مگه تو خونه خودتون نمیتونی درس بخونی؟ نه بابا، دست این نوید و نسیم یه بند دارم با هم دعوا میکنم. نگار خانم بی خودی مامان احترام و واسطه نکن. شما اگه درس خون بودی نگار خانم میشستی خونه خودم و مثل بقیه بچه ها درستون میخونی. بده من. نگار خانم شد که یه بار درست کنیم بچه صحبت کنیم. خلافم کرده من نگار. از وقتی ایرش فکر خارج رفتن انداخته تو سرش دیگه پاک هوایی شده. خارج؟ کجا؟ چه میدونم کانادا. میگم سال اینو بفرستیم درسشو بخونه، سال دیگه هم نویدو بفرستیم. میگم یه دختر تنها میشه آخه. لایه بابا گوشنمه پس که قضا تاهره ماده سفره رو بندازیم. فلورم خاره فرو پختیم. یا کدوم باید بره اون وقت قبل من رو بیاره. نمیدونم چه سریه این پلو خاله فروغ اصلا یه طعم دیگه داره. نه مرسیه خوش به حال خاله فروغ. این همه هواخا داره. ای من قربونه مامان احترام خودم برم که اینقدر دل نازو شده. دلم خیستم کردی با اون دستگیچه ها. مرزیه جانم بیا مادر این گوشت رو بده شوهره تیخ کنه. منقلم زغا ریختم گوشه حیاتی. کباب دیگه واسه چی خانم جون؟ همه خورش بس بود. واسه بچه هاست. نمی قرمه سبزی دوست نداره. خب دوست نداشته باشه مامان جون. گوشه که نمیمونه. من لوس نکنین تو خدا این بچه ها رو. حرف نداره. این ده خطاتیه. نگاه کن شما عمرن کسی تاله همچین یا حسنی نوشته. کاش یه ذره از این خلاقیت تو صرف درس و مشقت میکردی شما. مامان مگه شما واسه آدم خلاقیت هم میذاری؟ تو هم لازم نکره هر حرفی رو جواب بدی. تقصیر خودشه دیگه، هی گیر میده. گیر میده یعنی چی؟ آدم با مادرش اینجوری حرف میزنه؟ چشم، هر چی شما بگی. بمونم. خاله فروغ. خاله فروغ. خاله فروغ جان. پس این پلو چی شد؟ مردی من گشنگی. خاله فروغ. کجا این شما؟ خاله فروغ چی شدین؟ خدا قسمته کافر نکنه این دل درد امانه ببریده مادر. خب چرا به بابا نمیگی؟ نه تو رو جدت حرفی نزنی ها. دی جانش نداره. دو هفته آزگار هی من کشانده بیمارستان. همه جانم سوراخ سوراخ کرده. آخرش هم هیچ. این بابای تو تا من نظر تو گور دست وردار نیست. هوا کم آلوده است، تو هم هی دود سیگار بزن تنگ شد. با این بنزین های آلوده ای که اینا به ما میدن این سیگار حکم کپسول اکسیژن رو داره. کم شایه پراکنی کن اونم جلو احمد آقا بزر بگه آقا خودش آلودگی صوتیه. این چهار تا سیخ کباب حاضر نشد. بفرمایید شما برنجو بکشین کباب آماده میشه الان. باد نزن باد نزن. این از خال فروغ چی میاد با زلرج زده بالا. ای بابا هیچیش نیست خودش لوس میکنه. خاله فروغ که کسی رو نداره. حالا یه کمی هم خودشو واسه ماها لوس کنه. به جایی بر نمیخوره که. من با این زانی ناصر و نفس که یه دمی و میاد میره برای کی خودمو لوس کنم؟ یه قربونت برم مامان جون شما که هزار تا ناسکش دارین ماشاءالله. سه سود دست ما رو کندی گذاشتی کنار. برای دوم اسکان زبونه این نتونستی فکری بود. نگاه جون. این یکی میبری مغازه مشقربون، اون یکیش هم میخونه آقا محمدی، همین خونه روبرویی است. مادر این آقا پادر داره ها، یه ذره بعد معطل چی تا در باز بکنه. میخوای بری یه چیزی هم تنت کن. بمونم سوهی جان، این ها شدی که از کباب بری بس. حالا خوبه دلت درد میکنه ها؟ دکتر گفته کباب برات خوبه. شکر، با اجازه. خدا حافظ همین. کجا ماده؟ دیرم شده. غذا تو بخور. بعد ساعت دو کارخونه باشه. احمد آقا جون، عزیزم قرار نیست که شما یه تنه جور انقلابو بکشی که. اجازه بده بقیه برادرام صاحبشو ببرن. دکتر جون، آمپولی قرصی ندیالش بد میشه. پس ما حداقل صبر یه ذره برات بکشم ببری بخور. شما بشینین من میرم. پس سمیه جان، یه دفع شله زردم بذار ببر برای همکارش. دستت درد نکنه. خاله فروغ، از زهره چه خبر؟ شکر خدا خوبه. ایش هر درگان زنگ میزنه هم روزا فارغ میشه. بکنی کارات بدینگر پس یه شام افتادیم. دختری یا پسر؟ بالاخره پسر شد. اسمش هم محمده. خاله فروغ ساکتون رو بستین؟ باید بریم کاشان عروسی. عروسی که؟ بهت که گفتم عروسی ندا دختر عاطفه. ندا؟
مگه وقت شوهرشه؟ نگار جان ماما این لکه ها اینا خدمت شما یه بوتلی که اون بعد برای خلف فرو بده که تو نازشو نکشی دست بره کار نداری نمیخوای بری بیمارستان چه کار واسی میرم بذار حال ما جناقو بگیرم اونا که شما فراموش کن دکتر چی شد میرم جان ماما چیزی نیست بعضی وقتا نفس هم یاری نه مال آلودگی هواست ماما این روزا کمتر بریم بیرون تو رو خدا باشه باشه این شلو زردار بزنیم رو میز وقتی رفتن یاد بابا بابا حال فرو خلش خیلی بده چیزی نیست نگران نشو بابا باش خانم چی شده نمیده بقید باشی یا الله حاج خانم حاج خانم حاج خانم سفارشتون آوردم حاج خانم دست درد نکنه بذار همونجا کنار پله میگم دیگه خیالتم راحت ها از این برنج سمیا نیست ایمان شماله آستانه است والا حاج خانم من نمیدونم یه چند روزیه یه مطلب رو میخوام برات بگم التفات میکنی؟ سلام هش قربون سلام بخدا جون سلام هش قربون سلام دارم احوال شما کمرتون بهتره؟ دیگه ای ببین دکتر من نگاه کن بله میگم داری میری تو این برنج روغن رو با خودت ببر حاج خانم سختشه بله. التفات میکنی بابا بله بله چشم نگار خانم جان مامان احترام رو اذیت نمی کنی درشت هم خوب میخونی شیطان از هم نمی کنی چشم میگم فرو خانم ناخوش بود آخه من دیم آمبولانس تمه داره من اومدم علیک سلام مامانه چرا نایمد تو؟ گفت کار دارم باید برم خوبی؟ خاله فروغ چی شد؟ خاله فروغ نمیدونم فکر کنم بابا گفت امشب بیمارستان بمونه بهتر پایین تو همین اتاق سرصدام نمی کنی که اصلا حوصله ندارم آن قربون مامان احترام خودم برم کچی لوس میکنه مامان احترام اگه وقت کاری داشتی تعارف نکنید نگران درس من هم نباشیم بگین مخلصتون هم هستم یه وقت برای شب چیزی درست نکنید من که شام خور نیستم هنوز میشه این رو در مکنی شما شام نمیخوری؟ من شبا شام نمیخورم فروغم اگه این عادت بد شام خوردن از سرش میفتاد الان این حال و روزو نداشت کشف این جسد یک زده این علاقه دوباره به کافاکوچا پدید آورد و این دختر جان نیشه طرز غذا خوردنه بیام سی بچه آدم میشین سر میز شام تو گم کنم بیارم بخوری اینجوری سقل سرد میگیری یا جانه سلام علیکم الحمدلله شکر تو خوبی؟ چرا فروغ و بیمارستان نگهش داشتن؟ مگه چیزی شه؟ پناه بر خدا نه چه مزاحمتی داره تو اتاق درسشو میکنه نه تو نگران نباش به دکتر سلام برس باشه گوشی گوشی جونم دختر اون ماسک ماسک رو بذار کنار حواست رو بده به دستمش اینقدر هره کره نکن خوب نیست دختر 24 ساعت نیشش باز باشه چشم قربونت برم من خوبه؟ خودتو مسخره کن بیمزه من سر میرم خونه خاله فرو حواست که نداره بنده خدا یه موقع میبینی گاز رو روشن گذاشته باشه چی؟ تنه موندی زبون بسه نه ترس فرد و فروغ بر میگرده
سلام مشکل. سلام آج خانو. داریم این ستاد؟ آره. آره دیگه امروز شنبه است و راستیتش یه چیزی میخوام بهت بگم. التفات میکنی؟ یادم میره دیگه. حالا عصری که خواستم برنج روغن تو بیارم تو اون موقع یادم میاد. مشکل بوم. برنج روغنی که درو عصری آوردی؟ آره اونو که یادمه. من آقای محمدی برنج روغن خواسته، گفتم برای اینکه خواستم جنسشو ببرم سر جام بیام پیش شما. وگرنه من یادمه. الان این مولوش خانم اینا امشب مهمون دارن. التفات میکنی؟ خب این میوه خواسته دیگه، دارم برش میبرم. شما که گفتی داری میری ستادی ها؟ مشغول چیزی شده؟ نه ببین من حقیقتش این ظرف غذایی که آورده بگی پر شما این یادم میره اصل میارم برای تیرو. چقدر زود به زود همه چی عوض میشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم. شما تازه اومدی؟ بله. عباس آقا کجا؟ بازنشسته شد رفت. انشالله سلامت باشه ارجا. بیا مادر. ممنون. فاتحه یادت نره. خدا رحمتش کنه. سلامت. سلام علیکم. سلام آج خانم. خوبین انشالله؟ شکر خدا. چه خبر اینجا؟ میبینی که داره نونوار میشه. حاج آقا مصطفی کجا؟ نبودن تو اتاقش. منتقل شدن. یکی دو هفته است که رفتن. آقای فیض اومده جاشو. آقای مرندی چی؟ اونم بازنشسته شد. خیلی ها رفتن. یه عده بازنشسته شدن. یه عده بازخرید شدن. منم دیگه آخرای کارم. ولی شما اگه کاری دارین میتونیم به آقای فیض مراجعه کنیم. آدم خوبیه. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم. بفرمایید. امرتون. عرض داشتم. من احترام سادات حق‌شناسم. مادر سید حسین حق‌شناس. سلام علیکم. بله. آج خانم معلوم از شما کجایی؟ بفرم. بفرم. آج خانم ما دیگه داشتیم نامید میشدیم. آقای فومنی بگی یه چایی بیم. تلفن میزنیم. بفرم. تلفن آخه لازم نبود. همه میدونه. ما شنبه اول هر ماه اینجایی. از بچه ها خبر تازه نرسیده. فکرم رفتی سفر آج خانم. همین دو هفته پیش نامه فرستادیم برگشت خورد. پلاکتون عوض شده؟ آره پلاک ها عوض شده. من یادم رفته بود بگم شرمنده. چند روز پیش یه نفر رو فرستادم پیش محتمد محل.
مشغول بود؟ حالا نمیدونم. گفتن سر کوچه بقالی داره. قرار شد ایشون شغل در جریان باشه. سلام علیکم. دست شما در مشغول بود؟ چی باید به من میگو؟ عرض میکنم خدمت. شما چایتون رو میل کنیم. ولو به لطف خدا آش خانم، بچه ها تو آخرین تجسس هایی که تو مناطق عملیاتی داشتن موفق شدن پیکر تعدادی از رزمنده ها رو پیدا کنن. البته میدونین که شناسایی شهدا بعد از 20 سال خیلی کار ساده ای نیست، ولی خب بچه های ستاد با بررسی همه مدارک و همه نشونهایی که همراه شهدا بوده تونستن تعداد زیادیشون رو شناسایی کنن. خدا رو شکر حسین آقای شما هم جز به همین شهد است. واسه هم تشریف بیارین که عرض کنم خدمتتون آخر همین هفته از جلوی دانشگاه بعد از نمایش. بهتری آج خانم باید ببخشی، شما هم به زحمت انداخت. اختیار دارین چه زحمتی شما هم اسم مادر. گفته بودن که دیگه امیدی به زنده بودنشون نیست، اما خب تای دل آدم انگار بیست سال تموم هر ماه بیا برو منتظر یه خبر، اما نه اینجوری. حالا کجاست؟ آش خانم یه فرم بهت میدم اینو پر کن. عجله هم نکن، راحت سر فرصت تموم شد بذارش رو میز. من با عزت باید برم بنیاد. آش خانم اگه کاری چیزی هم داشتی آقای فومنی هم اینجاست. فعلا با اجازه. خدا پشت پناهت. علیکم السلام. چیه چرا انقدر نفس نفس میزنی؟ بی بشی بی بشی نکن تا اون تهرون دویدی فروغ آوردی. بله الانم تو اتاقشون راحت خوابیدم. چیزی شده؟ میگم مامان جان معلوم هست شما کجایین؟ تو این هوا اگه نفستون بگیره ما باید چی کار کنیم ها؟ بله. این وضعیت خال فروغه، ما باید دلشوره شما رو هم داشته باشیم. طاهره خانم حالا شما که گفتی راحت گرفته خوابیدی.
مامان یه دونه از این کپسول‌های اکسیژن براتون گرفتم، گفتم تو خونه باشه، حالا ضرر نداره. نگار بهتون میگه چطوری ازش استفاده کنین. اینم ماسکه. خواستین برین. یه دقیقه رفت خونه خاله فروغ و برگرده. گفتم این چند روزه پیش شما باشه، خیال منم راحت. خیلی خوبه. هزار ماشاءالله فشارتون تکون نخورده. میدون چرا؟ برای اینکه بیکار نمیشه. مامان من هیچ وقت بیکار نمیمونه. هر جور شده کاری برای خودش جور میکنه. دکتر فروغ طوری شده؟ شما که الحمدلله هیچ وقت دروغ نمیگی. حقیقتش حال فروغ خانم خیلی خوب نیست. این دل دردشون، البته جواب چند تا از آزمایششون هنوز نیومده. چقدر وقت داره؟ یعنی اینقدر که؟ چی بگم؟ اون دست خداست، نباید نامید شد که. اما واقعیت اینه که مدت زیادی مهمون ما نیست. خودش میدونه؟ نه، یعنی ندونه بهتره. ای قربونت برم الهی، خودم نگران میشه دیگه. ده بار به خدا از شرکت زنگ زدم، دلم هزار راه رفته. هی میگم یه موبایل برات بگیرم، میگی نه. بخور نباشه. همه دارا رو چیدم رو میز کنار تختشون که قاطی. مامان احترام، کی اومدی؟ مطبی توکفا برو مغازه مشخور بون، بگی جعب خورما باز کنه و از خیر رفت. چشم. اینجوری هم نمیری، یه چیز سنت کن. راستی ستاد چه خبر بود؟ هیچ، مثل همیشه. انشالله که برمیگرده. یا الله. سلام مشخور بود. سلام بخیر جون. داشتم میمدم پیش شما. مامان احترام گفت اگه میشه لطفا یه جعبه خورما باز کنین برای خیرات. چش. خدا رحمت کنه. باش خون مارش خوبه؟ مامان احترام؟ چطور؟ سلام مشقربان عزیز. سلام دکتر. دختر جان این خدمت شما، دست شما درد نکنه. بزنم به تخته حسابی را افتادی. شال که میبندی باید گرم نگرش داری. دست شما درد نکنه. بد نیست ولی دیگه این کمر به شو نیست دکتر. خودت که میدونی دیگه. جنس دست دو بود. سلام مشقربان. سلام خانم. حال شما؟ قربون شما ایشالله که خداوند به همه ما. سلام مشقربان. خداحافظ. خداحافظ. از جلد کول رد شدی. خیلی هم همچین آشفته بودی. خوب حق داری. اومدم ببینم اگه... چه خوب شد اومدی. اگه اسفناج خوب برات آوردن واسه من بزی کنه. اسفناج؟ حاج خانم چی شده؟ مگه قرار نبود شما... 7-8 کیلو هم سبزی قرمه میخوام. جونه جانت بی بلا. از بچه ها چه خبر؟ مثل همیشه. چی میخواستی بگم؟ انشالله برمیگرد. تو هم خوب خودتو زدی به مریضی و این تئاتر رو راه انداختی. نه جان نداره. دیشب تا صبح پلک رو هم نذاشتی. چند دفعه بهت گفتم یکی دو شب بیا اون بر پیش ما، تنها نباشی بهتره. اینجا راحتم، اما دو شبی نصف شبی یکی بیاد. Thank you.
اما اگه من اینو بخورم سیر میشم، شام نمیتونم بخورم ها. نه ترس، شامم میخوری. آخرش این شکم تو رو به کشتن میده. شیرنیش کمه. شیرنی بر شما خوب نیست. تازه طعم زده، بوی کز میده. خاله فرو، لعنت خدا باشید. یه کاسه دیگه بیارم؟ نگار خانم، خواه سه سوته تهشو بالا آورد. کاسش کوچیک بود، بدهکه نبود. به جای این سیر و سویت مفت مجانی برو تو اتاقت به کارت بره. چشم. خاله فروغ اینو تموم کن دیگه، این نوزاد به دنیا اومد، رفت مدرسه، با نزدیک دیپلم بگیره. اولش قرار بود دختر باشی، بعد تصمیم گرفتن پسر باشی. هرچی بافته بودم همه رو شکافت. یه رشک میبافم چشم سیاهی میره، خسته میشی. حاج آقا مصطفی خوب بود؟ رفتن از اونجا، حاج آقا اینا رفتن، خیلی دیگه هم رفتن، اصلا همه چی عوض شده. چه قشنگ میخنده. دختر تو قرصشو میخوری؟ نمازتو میگه. تو دیگه الان وقت شوهر کردنته، باید این چیزا حالیت باشه. حرفا میزنی مامان احترام، من که هنوز به سن تکلیف نرسیدم. ولی ماشالله هزار ماشالله تکالیف دیگه تو خوب انجام میدی. من به سن تو بودم دایی احمدی تو داشتن. دایی احمد؟ به اون بزرگی؟ الهی بگردم بشهتون لعنه. من یه سر میرم خونه خاله فرو. تلفنت که تموم شد در حیاتو برو قفل کن. الو دیدی چه شیطونه؟ مهندس ولش کن، گلو تو تک کن. بشن خود هوا خدمت شما بریم این همه دیمون بفیرش زحمت ایش قربان. سلام آش خانم. سلام علیکم. چه خبر اینجا؟ والا این آقایین مهندس ها قرار اینجا رو بکوبن رو هم. آخه اینجا قراره دنبال این خیابون بکشن. اینجوری التفات میکنید؟ اینه که خونه های اینجا همه قراره خراب شه. اول از همه هم دکون ما میره زیر بولدوزر. آج کنم قضا بود بابا، خودم یه چیزی درست میکردم دیگه. برای نهار این بچه هم که دارن کار میکنن یه چیزی تهیه کن به حساب خودم. شما نگران نباش، اون ردیف آج کنم. مشغول بون پیغام ستاد رو یادت رفت به من بگی؟ نه راستش دیرم نیومد. التفات میکنی؟ یه جوانی اومد اینجا یه چیزهایی تون تون گفت و رفت. ببین از اون روستالا اصلا منقلبم. ماشاءالله شما طاقتت خوبه. چند بار هی دل کردم بگم. ببین مشغول تو حالش که نگفتی، منبعدش هم نمیخواد اصلا بگی. بذار این موضوع بمونه بین خودمون و خودم. چراشم از من نپرس. هر جور صلاح خودتونه. خواهر من چند بار بگم شما شرعن و عرفن هیچ مشکلی نداری. شوهر شما مفقود و جسدی، نه ایشون. همه کسایی که تالا پیدا نشدن مفقود و جسد به حساب میاد. حاج آقا شما درست میفرمایید، ولی وضعیت من به خدا خیلی فرق میکنه. پدر شوهرم که عمومه، آخه این حرفا حالی شما چیز. پدر شوهرتون رو بیارین اینجا، ما باهاشون صحبت میکنیم. فعلا با اجازه. نمیاد، یعنی نمیتونه بیاد. بیچاره 10 ساله که از خونش بیرون نیومده. حاج آقا تو رو خدا یه دقیقه. سلام آقا. علیکم السلام. یه چند لحظه وقت. ببین خواهش شما دیروز هم فرمودین عرض کردم نشودم. اینقدر اصرار نکنین بفرمایید. حاج آقا بفرمایید. تو رو قرآن. سلام علیکم آقا.
علیه حساب. پس چرا دیروز رفتیم؟ فرمو پر نکردیم که. مگه میخواییم پاساژ بزنیم مرد مومن؟ خیلی خوب. به امید خدا. نه. آجی گوش... نه گوش کن. شما اصلا بگو که یکی از اون ساختموناشونو بدن به ما اینجا رو برداره. خیلی خوب. نخواستم شما در جریان باشی. آره من خودم یه نیم ساعت دیگه اونجا. آره آره. به امید خدا. خداحافظ. محمد چی؟ از اون خبری نیست؟ محمد؟ کدوم محمد؟ پسر فروغ، رفیق حسین. اینا اصلا بچگی با هم بزرگ شدن، با هم مدرسه رفتن، با هم دیپلم گرفتن، دانشگاه هم با هم میرفتن، درس مهندسی میخوندن، با جهاد رفتن جبهه، با هم هم گم شدن. ایشالله پیدا میشه، ایشالله محمد هم پیدا میشه. خب اگه حسین پیدا شده، محمد هم باهاش بوده دیگه. تو هم فرما رو پر کنش کنم. اونا که از هم جدایی نداشتن. این حسینه، اینم محمد. دارن میخندن. ایشالله آقا محمدم پیدا میشه. شما هم فرما رو پر کنش کنم. بفهم. چهل سال همسایه. حالا دیگه با هم شدیم عینه و دوت خواهر. بچه ها خالی فروغ صداش میکنه. بله. هر موقع که چند تا شهید میاره انگار که بوی بچه ها میاد. شنبه اول هر ماه که میایم اینجا من اصلا نفس تنگی از یادم میره. فروغ هم اصلا دردای جور و جورشو فراموش میکنه. ببینش خانم، من نیم ساعت دیگه باید بنیاد باشم. شما این فرما رو پر کن، من به بچه های تجسس میسپارم. انشالله از پسر فروغ خانم هم یه خبری بگیرم به همدلو. فروغ حالش خوش نیست. دکتر معتمدی دامادمه، میگه خیلی دوام نمیاره. اون دست خداست، لابود حکمتی داره. اما خب گناه داره بیخبر از محمد بره. انشالله خدا شفاشون بده. خواهش خانم من دیگه باید برم. این فرما رو پر کن، اگه به مشکلی چیزی هم خورد اینجا آقای فومنی هست، کمکت میکنه. چی آش خانم؟ پر نکردی که آش خانم اینو؟ آش خانم؟ الله بارک. اینی که پیدا شده حسین من نیست، این محمد فروغه. اگه خدا بخواد انشالله حسینم پیدا میشه. من میرم به فروغ خبر بدم. خانم اخشناس. آج خانم نمیشه، والله به خدا نمیشه. چرا نمیشه؟ من که مادرشم راضیم، حتما خدا هم راضیه. پس دیگه مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما که نمیتونیم دروغ بگیم که نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد. که آج خانم شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم. ما چهار روز دیگه مراسم داریم، تشییع جنازه است، کلی کارو گرفتاری داریم. والله به خدا این فکرای ببخشید بچگانه شما فقط وقت و انرژی ما رو میگیره. اصرار نکن، نشدنیه. تموم میشه. الله سلام. آقای فومنی، آقای فومنی یه زحمت بکش این حاج خانم رو راهنمایی کن، این فرما رو پر کنه. یه زنگم بزن بگو من تو راه بنیادم.
حالا چی بگم؟ حاجی من و فروخ جفتمون آفتاب لب بومی، امروز نه فردا، اصلا شاید من زودتر از اون برم. من دور و برم شلوغه، بچه هام هستن، اون بنده خدا خیلی تنهاست. اون میگه زهره هفته دو سه بار به من زنگ میزنه، اما من که میدونم اگه 15 روز یه بارم به زنگ بزنه خیلیه. ها اونم اون سر دنیاست، اما اگه فکر کنه محمد کنارشه، هر موقع دلش گرفت بتونه بره یه ساعتی باش درد دل کنه، والا آروم میگیره. حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست. نه شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستی. نمیخوام ناامید تو کنم، ولی من دیگه تو اون ستاد کاری نیستم. به نظرم شما زود تصمیم نگیر، بالاخره بچه هم یه حقی دارن. یه صحبتی، این مشورت با احمد آقا بکن. به قول گفتنی ممکن اونا راضی به این کار نباشن. معلوم هست کجا این شما؟ ساعت 2 ماما. علیک سلام. ببخشید. سلام. حالا میشه بفهمین تو الان کجا بودین؟ مگه من بچه‌ام که شما نگران شدین؟ کار و زندگیتون رو ول کردین اومدین اینجا که ببینین من کی رفتم، کی برمیگردم. دم به ساعت تلفن میزنین، گزارش میگیرین، بس نیست؟ سر پیری آقا بالا سر پیدا کردم. کجا شما؟ میرم مغازه مشخوربون یه چیزی بخرم. چه چیزی مثلا؟ چون لاله من شارژم تموم شده، برم شارژ بخرم. لازم نکرده، خودم میگیرم برات. بعد نگار جان مادر بی اینا رو ببر برای این مهندسا، بنده خدا ها از صبح تا الان زیر آفتاب دارن زحمت میکشن. نهی قربون این نگار گفتنت بشه. زود برمیگردی یا مادر مانتوت هم بپوش. چشم. داروهاتونه که بخورین، چند روزم استراحت بکنین، درست میشین مثل روز اولتون. دکتر جون این روز اولش هم همینجوری زار و نزار بود. سلام علیکم. علیکم سلام. خدا رحمت کنه میز محمد جعفرو، از دست همین ادا اصولای این بنده خدا دق کردم. چی میگه احترام؟ میز محمد جعفر خدا بیامرز 30 سال از من بزرگتر بود، عمر 9 داشت. ده همین 30 سال بزرگتر بود تو اینجوری لوس شدی دیگه. پاشو پاشو بریم اونور، از سید مهدی کباب گرفتم، از دهم میفته ها. اشتها ندارم. لیهون یادش رفته بذاره. مامان جان برای سر عقل چی میخواین کادو بدیم بگیرم براتون؟ نیم سکه خوبه؟ بسته دیگه ها؟ بفرمایی. پلاک هایی هم من دیدم، خیلی قشنگه. دکتر جون قیمتش هم همین حدود هست. کدومو بگیریم مامان جان؟ انشالله که آخر عاقبت همه جوونا به خیر باشه. شما هم به سلامتی بریم برگردیم، بهتون خوش بگذره. اما من و خاله فروغ نمیتونیم بیاییم. نمیتونیم بیاییم؟ برای چی؟ آخه ما قرار آخر هفته بریم مشهد. چه وقت مشهد رفتن الان؟ مشهد رفتن که وقت نمی کنه. هر موقع به دلت افتاد میریم. ایرج بابا راست میگه دیگه، با حالی امام رضا به اینه که هر وقت فیورت گرفت میتونی بری. شما به این کارا کار نداشته باش، غذاتو بخور و بشین سر درست. ماما مشهد ناقافل آخه، اونم الان که میخوایم بریم عروسی. پنجشنبه میریم، جمعه برمیگردیم، شما شنبه برین ها. ناراحت میشه عاطفه ها. شما هم دیگه زیاد شلوغش نکن. دیشب خواب امام رضا رو دیدم، لابد یه حکمتی درشه. مغز گردوهاش خیلی تازه است، زود استفاده کنیم ولی تون میشه. احترام صدا درس در بکن. نوشه جونه. حالا تنهایی میخوای بریم مشهد؟ نه تنها نیست، من هم باشم. این درسته با همه. خدافظ دکتر جون. بول بول تایره خانم من باید برم، اگه میای بجو. ماما مواظب خودتون باشین. خدافظ. احترام صدا. مشهد خوش بگذره. دکتر سلامت باشی. ماما صحبت میکنیم بعدا. خدافظ. سلام. خدافظ ماما. سلام. بشین غذاتو تموم کن بعد برو. نه میخوام برم چمدونام ببندم، حمامم برم، تو هم برو کارات بکن، معطل نشیم. دست درد نکنه، حسابی چسبید. امام رضا
بس دیگه گره. خب اینو چجوری میشه نگهش داشت؟ میترزم بریزه. خب رفته بود کجا گذاشتمش؟ آشپزخانه رو زیر رو کردم تا پیدا شد. باورت میشه احترام؟ 6 سال و 4 ماه و 9 روز لب به قلیان نزده. آخ اینو خوش شده. حالا برو نیا، حالا برو نیا، نکنی دوزی احترام. تو مطمئنی ولی من ضرر نداره؟ نگران نباش، با یه بار کشیدن هیچ چیزی. جونم خاله فرو چه حالی میکنه؟ بدی من یه پک بزنم. خجالت بکش دختر. من نمیفهمم چرا برای هر چی کار خلافه این حاضر به یراق. به بابا چیزی نگی نگار خانم. چه نگاه پشت در انداختی، یه وقت بیخبر نیان آبرومان بره. یا الله آش خانم با بساط قلیونم که دوباره روبرا شد. تنبا پوشم معلوم حکامه بوش تا سر کوچه داری میاد. اینم سفارشتون، این برنج شماله آستانه دیگه از این برنج سمیا نیستش. مشکل بوم بر ما که پریروز برنج روغن آورده بودی. ها میدونم اینا راستیتش داشتم میبردم برای این آقای رجلی. شما خوبی؟ شکر مشکل با درست آوردی. احترام پیر شده حواس پرتی کرده. احترام مگه اون روز خودت نگفتی برای او خانواده هه بگی مشکل بان برنج روغن ببری؟ فراموش کرده. میگن که من حواسم هست. مشغول بون اینا رو ببر برای همونا که اصل و اساسیشون اینجاست. به تو نگفتم؟ نه آخه داماد نهان از آب در اومد التفاق بکنی؟ یعنی به هم خورد. ای بابا پس اگه مورد دیگه پیش اومد اینا رو بده بره. برای اون عروس هم انشالله به موقعش چی کاری میکنی؟ خب پس ما رفتیم. اینا رو بالاخره گفتی برای کی ببرم؟ من میام در مغازه با هم حرف میزن. آدم رو گیج میکنن اینا. مامان احترام تلفن با شما کار دارم. کی اومده؟ چه میدونم والا میگه من مصطفیم. مصطفی خود ما. سلام علیکم آجاقا. سلامت باشه. شما خوب هستین انشالله؟ خانواده خوبن؟ الحمدلله شکر ما هم خوبیم. فروخانی من خوب هستم. سلام دارم خدمتتون. بله 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 چشم چشم حتما. دست شما درد نکنه. خدا نگه داره. حاج خانم دوست پسر پیدا کردی؟ خجالت بکش حاج آقا مصطفی. گفتم که از ستاد رفته زنگ زد بود حال احوال کنه. خیلی هم به شما سلام رسید. خدا خیرش بده آدم خوبیه دست به خیره. بله سلام علیکم. ببخشین دیر کرد. یعنی شما میفرمایید ما عقلمون رو بدیم دست دیگه؟ اگه فردا روزی پشیمون شدن چی؟ خانوادهشون خبر دارن یه همچین تصمیم گرفتن؟ خبر دارن آج خانوم؟ ندارن. اگه بلند شدن اومدن اینجا گفتن آقا مادر ما پیر بود احساساتی بود یه تصمیمی گرفت، شما چرا کردین؟ بالاخره یه حقی دارن که نمیشه. اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیره. این کار شرعاً و قانوناً خلافه. والسلام. بنده هم ایشون و هم خانوادهشون سال هاست که میشناسم. پسر بزرگشون احمد آقا جانبازه. بعید میدونم مشکلی وجود بیاد. اگه آقا محمد فرد روز پیدا شد چی؟ کی جواب میده؟ اولین کسی که بزن زیرش خود شما. من نمیدونم شما تو این 20 سالی که اینجا بودی چی کار کردی آج آقا. ولی بس که جابجاییتون زیاد بوده.
ببینید آقای فیض، توی این 20 سال همه ما اینجا یه خانواده بودیم. اگه کاری هم کردم مطمئن باش اونجایی که باید حساب پس بدم انشالله که مشکلی پیش نمیاد. انشالله. به هر حال من حرفمو زدم. ما اینجا یه فرم دیگه هم داریم، میدونین که میتونن اونو پر کنن. اگه آج خانومشون رو به اسم پسرشون قبول ندارن اون فرم رو پر کنن، ما هم شهید رو به اسم شهید گمنام دفع میکنیم. همه یه مشخصات و مدارک هم موجوده. یه روزی نظرتون عوض شد شهید گمنام؟ آج خانوم ممکنه دو دقیقه بیرون تشریف داشته باشی؟ ممنون میشم. شما که این همه سال صبر کردی یه مدت دیگه هم صبر کن، شاید فرجی بشه. شما برگردید شهرتون، خبری شد ما با تلفن بهتون میگیم. بفرمایید. خواهش میکنم. میگن شوهرت مرده، همشون مردن، تو هم شهرن و عرفن، برو دنبال زندگیت آزادی. کدوم زندگی؟ این پیرمرد عمومو میگه بابا این به دلش افتاده بچهش زنده است برمیگرده. من نمیتونم تو روی عموم وایسم. چرا اینا نمیفهمن؟ یه حاج آقا، حاج آقا یه لحظه، حاج آقا سلام. حاج آقا شمارم به درد سر اندار. اگه به منه که میگم همون تو بمونه، اتفاقی هم نمیاد. بالاخره هر کاری یه هزینه ای داره. من یه حاجی مادرش خیلی بیتابی میکنه. جوون هم دیگه. حاجی نمیتونیم که تو خونه حبسشون کنیم که. حرف نامربوط نمیزنن. ما تعاملمون کم شده. بله. به هر حال بازم شرمنده دارم. تماس از شما. به با خود چقدر هوا سنگینه. شما حالت بهتر شد حاج خانم؟ شما هم اینقدر سیگار نکش، خوب نیست برات. نه بابا، یه پنج سالی میشد که ترک کردم. امان از گرفتار. 20 سال عمر تو یه جا بگذرونی و بعد شما یادت میاد چند سال پیش یه تعداد دختر نوجوان تو همین استخر شده؟ هیچ کس یادش نمیاد. سلام آشقا. علیکم سلام. دیگو قبرم مسی یادگار خدا بیماز مادرمه بدین به زهره. ایوه دیگو قبرم مسی تو کانادا خیلی حال میده. چه پوزی بده زهره خانم اونجا. میگم خال فرو دیگو قبرم مسی و لگن آفتابه که نشد وصیت. از من به شما نصیحت، تکلیف خونه رو مشخص کنید. خانه تکلیفش معلوم، یه بچه که بیشتر برام نمانده. میرسه به زهره. پس محمد چی؟ دختر جان، محمد رفته. من و مامان احترامت هر دختای من میدانیم. فقط دعا میکنیم جنازهشان پیدا شه که اقلن دلمان خوش باشه به ای که میتونیم بریم کنار قبرشان. خیلی خوب باز، حالا ولکن بقیهشو بگیم. آرسی، اصلا کار این قناری هست. اینه بدین احترام صداد که او به آبودانش خوب برسه. حالا شد اصل کاری قناری دیگه. خب بگو هیچ نمیخوای بدی مامان احترام دیگه.
ببین چه اثری تو دنبوریده شدن. اگه چشم حوصله داشتم خودم این بشم. بابا مگه علکیه؟ کلی فوت و فن داره. دو نیا دو نیا دوره دبیرستان نامه هایی که برای دخترم میامد جوابش من میدیشم. بارکلا کردی هم برای هم مامان احترام نوشتم. بله بله. چه نامه هایی؟ تو بنویس جان مامان. به خود اگه بذارم باید بگی خواهش میکنم تو خود رو بذارم. چه بشه کنیم اینجا حرف بذار حرف اینجا رد باید بگی خواهش میکنم من دست بری اینجا بپریم حواسم هست. آخه جوجه کارو چی به دوزی استفاده از وقتی من دانشجو هم کارتم دارم. نه من نبیه خودم خاتم این حرفم را بیا پیرم. چی آوردی به روزه این بیش؟ حاج خانوم حاج این بچه قطعی چند روز اینجا بی خودی بناسه برفه این بیشترم داره برای خونه شما. امروز داشتم میمدندم بی خودی اینجا پرسه میزنه که ما چی گرفتم. ببین این یه تمل دونسه اشکال میکنی؟ بازم که اونجور اومده تو کوچه. کجا نگاه میکنی؟ های؟ ها؟ خانم استواجه رفتم من دانشجوام. بندش دانشجوام 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 خوش نمیاد. من نمیشناسه اینو. آقا جوادی یادت رفته. ببین پاک حواس پرت شدی ها. بابا سر کوچه مینشستن چهار ماه پیش اسباب کش کردن رفتن. پسر آقا جوادیه دیگه. آره؟ آره. بیا پسر جه. بیا ببینم اینجا چی شده. بیا چیزه شد؟ گفتی دانشجویی؟ بله امسال رفتم کارتم دارم. خیلی خوب نمی کنم. واسه یه دانشجو خوب نیست اینجوری علاف تو کچه پس کچه ها بگرده. اگرم نیت دیگه ای داری را و رست میشه نیست. تو این دانشگاه و چی به شما یاد میده؟ دست شما درد نکن. قیافه ای هم به خودت گرفتی مثل که زخم شمشیر برداشتی. ها من چه میدونم؟ ببخشید من دیگه باید برم. ببخشید خیلی مزاحم شدم. با آقای جوادی سلام منو برس. خدا رحمت کنه مادرمو. میگفت دختر که سواد یاد بگیره نامه عاشقانه می نویسه. این ماسماسک رو ساختن واسه کارهای ضروری، نه اینکه بشه وسیله اسباب بازی و هره کره. گفتم برو مانتو تو بپوش و بیا. کی وقت کردی سرخاب سفیداب کنی؟ حیرونه. شما حالت خوبه؟ به جای حرفای بی سر و ته ببینم بلیت گرفتی بر مشهد رفتن؟ آخر هفته اونجا شلوغه ها. نخه میخوستن کوبیدنه. پس این قضیه نامه های عاشقانه ای بود. خدا عاقبت همه رو بخیر کنه. منم دلم برای امام رضا تنگ شده. یکی دو هفته که صبر کنید بلیت قطار میگیرم دست جمعی میریم با هم دیگه. اینجوری خیال ما هم راحت میشه. دست درد نکنه انشالله عروسید. خیالتون راحت. من هنوز اونقدر پیرو از پا افتاده نشدم که نتونم تنهایی زیارت برم. بازم شروع کردی که مادر جون. من میگم عاطفه خانم دلگیر نشه. اتفاقا عاطفه دیروز زنگ زده بود انگار که فهمیده باشه شما نمیخواییم بیاینا. هی اصرار که خاله فروغ و شما حتما باید باشین. احمد تو دیگه چرا؟ من که میدونم طاهر وادارت کرده بیا اینجا رأی منو بزنی. مامان جا من اصلا روح هم خبر نداشت داداش احمد داره میاد اینجا. همین دم به در اتفاقی هم دیگر رو دیدیم. دختر جان سن و سالی ازت میره. تو که به این راحتی آشا میکنی از بچه چه انتظاری داری؟ استغفرالله. نگار یه تو که پا برو ببین خاله فروغ کاری نداشته باشه. حق با شماست اما طاهره نگرانه. یعنی هممون نگرانیم. میگیم با این حال و اوضاع خاله فروغ خب عروسی برای روحیش خوبه. واسه روحیه خاله فروغ از همه چی بهتر زیارت. اینا رو ببر بر سومنگی. مامان احترام چونه مامان؟ خاله فروغ کارتون داره گفت زود بریم. ما در واقع رفته اینا رو ببرم. مال تو مرزی است. دست درد نکنم. مرغای مادر جون از اولش هم یه پا داشتن. تا
رفتار تو هم خوب راه و بی را دروغ میگی ها. اینم هم مصلحتی ها بود نه؟ ای بابا داداش شما سخت میگیری. نگران نباش، من و شما عروسی برو نیستی، برو بگی بخوا. برو فردا صبح بعد نماز خیلی نخواه، یه تو که پا قراره بریم جایی برمیگرد. کجا؟ احترام صادق، امروز که شنبه نیست، چرا داری میریم اینجا؟ دل من شور میزن. فروغ جان، بچه ها دارن برمیگردن، فعلا محمد تو اومده، انشالله حسین منم میاد. فروغ خانوم مادر شهید محمد رضوی هست، گفتین خبر رو بهشون بدم که دادن، حالا هم اومدن که برای روز تشییع جنازه اگر کاری هست انجام بده. چند دقیقه هم برن کنار تابوت پسرشون. من خودم فرمو براشون پر میکنم. شما فقط لطف کنین آقای فومنی بیان ما رو ببرن سالن شهدا. چشم. آقای فومنی. حاج آقا. حاج آقا بفرمایید یه مراقبتی بکنه. یه موقع روی تابوت. بله. متوجه این که. بله. حاج خانم. حاج آقا در جریانه؟ آقای مصطفی. بله. نه. چه جریانی؟ بفهم. حاج خانم یه لحظه شما منتظر باشید. احترام، قیافم خوبه. حاج خانم، بفرمایید. چرا اسمی نداری؟ می نویسم حاج خانم. خدا 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 خ
که حق و حساب لازم بود یه کلام میگفتی. الله حکم. این همه عز و جز کردم، منتتون رو کشیدم، خدا و پیغمبر رو یادتونم. برو خانم، برو خانم، میگم بیام به جرم توهین و افترا بازداشتت کنن. بازداشت کن، چه حرفی شما میزنید؟ بازداشت کن، من همین الان تو زندونم. نکشیدی نمیگم. تحقیق بگیرین. همین همین مونده بیان دست فردا شایع کنن که دارن تو ستاد شهدا رو جابجا میکنن. خیلی هم ارزون. سلام آج خانم. سلام علیکم. فرو خانم کجا؟ یه کمی حالش خوش نبود، تو نمازخونه دراز کشیده. خوب میشه؟ خوب میشه؟ پیرزن بدبخت رو به این روز انداختین، حالا میگین خوب میشه؟ نه اگه خبر نداشتین که باور نمیکنم. دو تا پیرزن عقلشون به این چیزا نمیرسه. شما یه کاری کردین و بیا ما رو بزنن تو عمل انجام شده؟ حاج آقا هیچ تقصیری نداره. اگه کسی مقصر باشه من. چه فرقی میکنه حاج خانوم؟ چه شما چه ایشون؟ منو وادار کردین دروغ بگم. چی شد؟ هیچی. فهمید همش صحنه سازیه. معلومه میفهمه. مادره. خب اینا از چشم کی میبینن؟ ستاد شما به جای اینکه ایشونو توجیه کنید دست از این افکار بچگونش برداره بیشتر تشویقش کردین؟ آش خانم تو امروز رعایتتو کردم، اما مثل که شما دست بردار نیستی. باید خانوادتو در جریان بذاریم، انشالله که اونا عاقل‌تر از شما باشن. خیلی خوب، حق با شماست، ما اشتباه کردیم. اتفاقی که افتاده کارش هم نمیتونم. فقط باید یه فکری بکنیم که همه چیز به خیر و خوشی تموم بشه. آبوی ستاد هم محفوظ بمونه. به همین سادگی. آره خیلی فکر خوبیه. بهش بگیم ما دروغ گفتیم ولی نیتمون خیر بوده. بفهم. بفرمایید. بیاین از اینا چهار تا اسقاطی پیدا کنیم ببریم بگیم آره پسر ایشونه. بفرمایید دیگه. شاید اینجوری به قول شما همه چیز به خیر و خوبی تموم شه بره. پشره نشستی آش خانم. کجا آج خانم؟ ستاد ریختی به هم داری میری؟ فرو خانم تنهاست. بهتر برم پیشش. من تو این قضیه روشن نکنم که بله. سرخون سر. اینا چهار تا چی که اسکاتی نیست؟ هر کدومشون یه دنیا آرزو و خاطره پشتشه. جون دارن دارن با ما حرف میزنن. من نمیدونم شما از کجا اومدی ولی کجا میخوایی بری معلومه. جوونی رو دوست نداری که عمرت تو اینجا تلف کنی، میخوایی بپری بری اون بالا بالا. اشکالی هم نداره، ولی بعض وقتا یه روز تعطیل بیا اینجا یه گوشه بشین، تنها. گوش کن، خوب گوش کن. حتما صداشون میشته. میگم بچه ها چه زود بزرگ میشن. دختر عمل آقا هست؟ نه دختر طایر هست. خدا ببخش. بله بله الو. سلام. ببین من خودم بعدم بهت زنگ میزنم. فکر میکنی اگه یه مدت بیفته اون تو همه چیز حله؟ درست میشه؟ والا نه، جریتر میشه. ما هم که چوبشو خوردیم، خودت میدونی کجا فرستادن. بله
حاجی این آتیشیه که دامن هممونو میگیره وقتی میفهمیم که دیگه خیلی دیر شده. بله برحال شرمند به همان خودم. همه گرفتاری، هر کس یه جور. بودونی چی آج خانم، مشکل اینجاست که ما با این زمونه جور در نمیه. ما معتقی شدیم دیگه آج آقا، باید نیست ماشین های اسقاطی انبار شما بریم زیر دستگاه. چرا اینجوری شد آجی؟ من کار بدی کردم؟ نه شما کار بدی نکردی، فقط از حقت گذشتی. یه چیزی بین خودمون بمونه حاج خانم، بهتون حسودی میشه، به وقتش دست بارم بگیر. خب یا حق موازو فرو خانم باش با اجازه. تمامش کنم. این جاکت 6 ماه شده. مصیبت. چه وضعشه؟ برای سفر رفتن مشهدمان. ای که نمیشه با بال گردن ما باشه. باید تمامش کنم. تمومش میکنی. پنجشنبه عصری میریم. یه کوپه دربستم برات میگیرم که تا خود مشهد راحت راحت باشی. خدا خیرت بده. تا پنجشنبه باید تمام بشه. 6 ماه شده کار من. حوصله داری؟ باید قبل از رفتن به مشهد این تمامش کنم. آره تمامش کنم. مامان احترام، مامان احترام، مامان احترام، خوبین؟ پیر جی ماده تو دیگه برو به درس و مشق درس. دیشب مامان طاهره به دایی احمد گفت از شنبه که رفتین ستاد اخلاقتون عوض شده. گفت برای سری ستاد بزنه. من گفتم چیزی نیست، شما فقط نگران خاله فروغین. ولی دلم شور میزنه. نموده دل چور نزنه. تو دیگه ماشاءالله بزرگ شدی، میفهمی من چی میگم. یه چیزایی رو نمیشه گاهی به همه گفت. آقا همه که نمیفهمه، ولی تو فرق میکنی. تو دیگه شدی رازدار من و خالی فروغ. تو دیگه از خودمونی. خدمتتون عرض کنم که نشو یواش مثل زبانه پرفشار و بدون نواحی شما بی وقت کم فشار پسیو در بخش های جنوب غرب کشورم نشون میده. در سطوح میانی جب جریانات ناپایدار نیمه غربی کشور رو تحت تاثیر قرار داده. اما نقشه های پیشتری برای چراهی در آینده آیکی از تقویت جریانات ناپایدار در بفرمایید. خیلی خسته این؟ میخواین ماساژتون بدم؟ ماساژ چیه ماده؟ برو به درس بدم. درس چیه بابا؟ ول کن یه ماساژ بدم حال کنی. یواش استخونامو خرد کردی. ای
نکن نکن نگاه نگاه نکن آخه خوب تا لنگ دور میگیری میخوای باز خودت تنبلخانی شو عباسی رو انداختی؟ چاید هم که حاضر نیست گفتم پنجشنبه میریم مشهد از الان شال کلا کردی دستت هم پینه نمیزد زیر اون کتری رو روشن میکردی چند شب پیش خوابش دیدم همیشه خوابش رو میبینم اما این دفعه فرشت آمده بود پشت در زنگ زد من نشنفتم صدام کرد مامان فروغ مامان فروغ چرا در باز نمی‌کنی پاشدم برم در باز کنم که این دل درد وامانده امانم برید و بیدار شد فهمیدم داره میاد دیروز که رفتیم ستاد دیدم خوابم تعبیر شد احترام محمد بود خودش بود میتونم قضیه مشهدم علکی بود میخواستی عروسی بچه ها به هم نخوره فکر خوبی کردی بذار نفهمم حلق و گلو خوش شد پس این چای چی شد احترام الان حاضر میشه میگم احترام پس از هیچی اینا که همیشه با هم بودیم سلام علیکم سلام علیکم خسته نباشی سلام علیکم آقای فومنی به ما گفتن اینجا بشینی فرمو پر کنیم تا شما تشریف بیارید خواهش میکنم حاج آقا هم هستن ها آقای مصطفی رفتن دستشویی الان برمیگردن بله یالا به به جناب فیض نبخشید این روزا ما خیلی داریم مزاحمت میشین اختیار داریم میتونم یه چند کنم بیرون بازون حرف بزنم خواهش کنم بفه حاج خانم شما تا این فرمو پر بکنی من میرسم خدمت با اجازه احترام چی؟ بازی جدید این؟ آخه شما تشریف نداشتی ظاهرم گرفتاریتم خیلی زیاده همکارت آقای فومنی در جریان آقای فومنی مثل که هنوز شما دوستای بانوپوز زیاد داریم خب از عصر افتادیم از عصر که نیفتادیم که این کار درست نیست من مجبورم گزارش کامل این اتفاق به مسئولین بدم کامل هر اتفاقی هم بیفته مسئولیتش با شماست آمیرالی نداره خودم کتمن مسئولیتش میپذیرم که شما هم خدایی نکرده گیر نباشید نه لازم نیست به نظرم لازمه خانوادهشون رو در جریان بذاریم وظیفه انسانیه دیگه آی فیض من به این حاج خانم گفتم که شما خودت راضی شدی خرابش نکن ببینین مشکلی نداشته باشی شما کارتون اینجا تمام حاج خانم مراسم هم که جمعه برگزار میشه در مورد رفت آمدتون هم آقای فومنی بهتون میگه
با عزتون دیگه اگه حمله ندارین من باید برم. کار دارم. چایتون سرد شد عوضش کنم؟ نه دایی خوبه. مامانه تارا من تو اتاقم کاری داشتی صدام کن. باشه مادر برو. دایی جون. جونم دایی. یه سر به خاله فروغ میزنی ممکنه کاری داشته باش. چش دایی. امروز خاله فروغ از صبح بعد خلق بود. بازم بریم بیرون شاید یه سر حوصله‌اش بیاد سر جمع. کم حوصله شده. جات خالی رفتیم کبابم خوردیم. اونو که میشناسی تو هر حالی که باشه برای خوردن حاضر به یراقه. تا حالا گفتم براتون بلیط گرفتم. بهش نشون بدین دیگه بهتون پیله نمی کنه. خیلی خواستم جور کنم که نرم باشون کاشان ولی نشد. مواظب خودتون و خاله فروغ باشید. مامانه ای به دختر میاد توی یه زکن چایی میخورم میرم تو رو نمیشه که میذارم تو رو جدت قدیان وسط حیاتی بیان از ما بندر آمد لالا بابا خاله فرو چیلی نبود لپر بشه جواب نمیدم حتما خونه نیستم چراغام که خاموشه خب دارم برای همین شور میزنه دیگه کجا رفتن یعنی این وقت شب شما که همیشه دلت شور میزن بچه که نیستن حالی چیه داری میگیری؟ نگارو ببینم کجا مامانه جواب بده یه جور سرشون بکو به تا چی بگم خب؟ هرچی میخوایی بگو فرد ردشون کن بره باشه باشه بله سلام آنجان خوبی؟ کجاییم؟ چیزه من و مامان احترام و خاله فروغ اومدیم دربند خب دربند واسه چی ما اومدیم تفریح کنیم دیگه آرار نه خاله فروغم قشنگ اونجا رو تخت لم داده و اینا در قلیون نمیکشه یعنی میخواست بکشه مامان احترام نذاشت آره نگران نباشین دیگه آره ما برمیگردیم باش بریم قربان شما خدافظ حال کردین چجور پیچوندمشو نه جان مامان احترام حال کردین مادر جان این چه تازه حرف زدنه حال کردین یعنی چی یعنی حال کردین ایوال خاله فروغ خودم خب بقیهشو بگی بقیه چی؟ بابا تازه رسیده بودیم به جای خوبش دایی حسین نامزد نداشت یعنی عاشق کسی نبود دختر جان عمر عشق و عاشقی به اندازه عمر آدمی زاده شما فکر بکنی شما جوانا کشف کردین عشق و عاشقیه پس عاشق بوده محمد چی؟ مگه محمد دل نداشت به قولی شما جوان ها اند عاشقی بود کی؟ جان خاله فروغ بگی؟ عاشق مادر همین ندا خانوم که فردا شب عروسیشه خاله عاطفه؟ دایی حسین چی؟ اون عاشق کی بود؟ عاشق مادر ندا خانوم که فردا شب عروسیشه گرفتین منو؟
جفتشون؟ کی برد؟ آقا محسن. آقا محسن کیه؟ شوهر عاطف خانم. آقا چرا؟ چرا نداره دختر جان؟ از اول دنیا همه بوده. این دوتا جوان اینقدر تو رو درواسی هم موندن تا آخر دوز سوم اومد زد و برد. یادش بخیر محمد، وقتی عاطفه رو میدید تاب تاب قلبشی مشکور بارم بشین تو بخواست. دایی حسینت هم وقتی عاطفه رو میدید تا فرق سری سرخ میشه. یادش بخیر، واقعا یادشون بخیر. برای تو شدم بیمار و خسته، فرستادم برات گل دست دست، تو رو تا مادر گهوار بسته، دل ما رو خدا یک بار بسته، جونی جونی یار جونی، رشتی و مازندرونی. این چند روزه خیلی مزاحم شما شدیم. میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ بفرم. اگه اشکالی نداره من یه چند دقیقه برم کنار حسین، فقط چند دقیقه. مادر هر چقدر دلتون خواست میتونید بمونید، اگه میخواین درو هم ببندید که راحت تر بشید. فعلا با اجازه. نگاه جان مامان زود باش دیگه دیر شد. بلم نکن دارم جمع میکنم دیگه. مادر بیا اینا رو ببر تو را لازمه دیگه. ای مامان چرا دوباره زحمت کشیدین آخه؟ همش 3-4 ساعته تا اونجا. زحمت کدومه؟ میخوای فلاسک چایی هم بذارم ببری؟ نه مامان قربونت برم، برای خودتون ببری. یه وقت هم غذای تو راه رو نخورین ها؟ نه یه چند تا کتلت درست کرد. خیلی خوب بس. پس اینا سر عقد بده به نیدا. چشم. از طرف من خالفور. دست شما درد نکن. نگار مامان تا ما نریم بیمارستان بابات راه نمیفته ها، زود باش. مامان جون التماس دعا، مواظب خودتون باشین زیاد. من برم از خاله فروغم خداحافظی کنم. برو مادر سلام. نگار اومد یا الان که مرضیه صداش در بیاد. برو مادر، خدا به همراه. فردا از طرف من روی ماهشو ببوس.
فروخ خانم. فرو نمیخوای را بیفتی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آخه نماز چه وقته میخونی؟ دیشب تا صبح چشم رو هم نذاشتم از این دل درد. دیگه قرص هم اتفاقی نمیکنه. گفتم تا صبح دوام نمیاره. خب پا میشدی میمدی اون طرف. ساعت چند باید جلو مسجد باشیم؟ 11. لباس محمد آقا دیشب تمام کردم. ببین خوب شده. قشنگه. خیلی قشنگ شده. شما خوبی؟ خوبه. نفس گاهی یاری نمی کن. خوبه. برو شما کاراتو برس، دیر میشه. من و شما هم دیدنی هستیم. امروز تو شلوغی سر سالم به در ببریم خیلی. میگم شنبه یه تو که با بریمه داری پست. لباس محمد آقا رو پستش کنیم. به موقع دستشان برسه. فکر ما از نگرانی دارد. آره باید پست کنیم به موقع برسه. زهره میگه اینجا خیلی سرده. خب یه شال گردن کوچولو هم ببافم. دلخوشی منم شده محمد آقا. ساعت 11 باید بریم مسجد. خیلی مانده. کاش سر را یه آنکولم بزنیم. به جان تو خودم لوس میکنم. دلدرد امانم بریده.